خدا سلام، اینجا استودیو کرمان نو، برنامه پرونده ویژه. با من شکوفه نبی‌زاده همراه باشید تا پرونده نهم را بررسی کنیم. موضوع پرونده این هفته مربوط میشه به کوره‌های ذوب مس بدون مجوز در رفسنجان، کوره‌هایی که شهروندان رفسنجانی از اونها گلایه دارن و میگن که آلایندگی این کوره‌ها بر سلامتی جامعه اثر میذاره. این موضوع حتی به شکایت مردم از مالکین کوره‌ها هم کشیده، اما گفته میشه که هیچ توجهی به شکایت‌ها نشده. در گفتگو با یکی از شهروندان رفسنجانی، او مدعی شده که این کوره‌ها حتی مجوز سازمان محیط زیست استان رو هم ندارن. در این باره با مرجان شاکری، مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان کرمان گفتگو کردیم که میشنویم صحبت‌های خانم شاکری رو. اما این کوره‌ها خیلی مهمه که من باید به شما بگم، اینه که اینها بدون ضوابط استقرار ما در واقع در اینجا مستقر شدن، یعنی مجوزی رو از ما دریافت نکردن. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا از زبان شاهدان عینی. یکی از شاهدان عینی به ما گفته که تونستیم با پیگیری‌های متعدد دستور پلمب تعدادی از این واحدها رو از دادستانی بگیریم، اما متاسفانه به دلیل قدرتی که مالکان این کوره ها دارن، اونا شبانه به کار خودشون ادامه دادن و حتی اداری گاز رو هم تحت فشار گذاشتن. در این باره از مدیر کل سازمان محیط زیست استان کرمان پرسیدیم که ایشون هم میگه که ما به دلیل شکایت های مردمی این موضوع رو پیگیری کردیم و دستور پلمب واحدها رو از دادستانی گرفتیم تا این کوره ها رفع آلودگی کنن. البته ما تصویری از یک نامه داریم که شهروندان برای پیگیری شکایتشون به دفتر ارزیابی و عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایت‌ها ارسال کردند. اونها تو این نامه تقاضا کردند که به شکایت مردم روستاهای نزدیک و صنایع مجاور این کارگاه‌ها رسیدگی بشه. در قسمتی از این نامه اومده که این کوره‌ها علاوه بر آلودگی شدید محیط زیستی، اثرات منفی بسیاری از لحاظ پخش گازهای سمی و سر و صدا بر سلامتی مردم میذاره و همچنین باعث شده که اثرات مخربی رو روی باغ‌های پسته و کشاورزی این منطقه گذاشته بشه. شاهد عینی دیگری هم در این رابطه به ما گفته که این کوره‌ها هر روز روز به روز بیشتر میشن و حتی به راحتی کوره‌های خودشون رو نصب میکنن و گاز اونها هم وصل میشه. تازه اون ادعا کرده که تعدادی از این کارگاه‌ها به وسیله غیربومی‌ها تأسیس شدن و حتی نیروهای اونها هم غیربومی است. جابجایی کوره‌ها بهترین راه حل است. این صحبت را از زبان مدیر کل سازمان محیط زیست استان کرمان شنیدیم. شاکری معتقده که به دلیل سرمایه‌گذاری که صورت گرفته، برای اینکه از تعطیلی کامل این کوره‌ها جلوگیری بشه، بهترین راه حل استانداردسازی و نهایتاً جابجایی کوره هاست. شاکری میگه که ما حاضریم برای جابجایی این کوره ها از ظرفیت‌های محیط زیست هم استفاده کنیم تا اونها در موقعیت مناسب‌تری نسبت به شهر قرار بگیرن. این مدیر کل در ادامه به نکته قابل توجه اشاره میکنه که بهتر از زبان خودشون بشنویم. الان مجوزی رو برای فعالیت دیگه صادر نکردیم فعلا در حال حاضر، و اگر کسی فعالیت بکنه میتونن به مویزیس گزارش بکنن، حتما همکاران من اقدام میکنن تو حوزه رفسنجان. در رابطه با این موضوع با کامران قربی، رئیس محیط زیست رفسنجان هم صحبت کردیم. قربی به ما گفته که در جلسه‌ای که در فرمانداری رفسنجان برگزار شده، مقرر شد تا تعدادی از این کوره ها کاملا تعطیل و تعداد دیگر هم فیلتر نصب کنند. البته اونهایی هم که فیلتر نصب میکنن در صورتی میتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن که آزمایشگاه معتمد میزان آلایندگی اونها را اندازه‌گیری کنه و داده ها منطبق با استانداردها باشه. در ادامه قربی به مسئله بسیار مهمی اشاره میکنه که میشنویم. فعالیت میکنن، یه سریشون که هیچ فعالیتی انجام ندادن و خیلی نزدیک به خونه‌های مسکونی هستن، اونا دیگه تعطیل شدن. رئیس محیط زیست رفسنجان در پاسخ به این سوال که به گزارش برخی از شهروندان کارگاهی که پلمب شدن دارن به صورت شبانه به فعالیت خودشون میپردازن گفته این کوره ها به صورت شبانه روزی فعالیت میکنن و نمیتونن بعد از تعطیل شدن به فعالیت شبانه بپردازن. ولی این در صورتیه که توی این ویدئویی که شاهد عینی برای ما فرستاده، اگر دقت کنید فعالیت مخفیانه یکی از کارگاه‌های بازیافت مس رو مشاهده می‌کنید. قربی در پاسخ به این سوال که چرا به بعضی از این کوره‌ها دستور پلمب موقت داده شده هم پاسخ داده که می‌شنوید.
مشکل بود که اینا رو جا به جا بخوام بکنن مواد اولیه رو باز داستان یه مهلت بهشون داد که این مواد رو همین مواد موجود رو که توی کارگاهشون دارن بالا تبدیل بکنن بعد از اون دیگه تعطیل بکنن. که رئیس محیط زیست رفسنجان به این نکته هم تاکید کرد که این کوره ها قبل از جابجایی باید تعطیل بشن تا جای جدید اونها مشخص بشه. قربی تعداد کوره های فعال رو الان 9 تا اعلام کرده که البته اینا تعداد کوره هایی است که محیط زیست از اونها مطلع هست. اما حدود 1 ماه پیش بود که مجید فصیحی هرندی فرماندار رفسنجان هم اعلام کرده بود که سلامتی مردم شوخی بردار نیست و اگر این کوره ها غیر مجازند و روی سلامتی مردم تاثیر میگذارند باید تعطیل بشن. مصطفی بخشی بخشدار مرکزی رفسنجان هم اعلام کرده بود که تعدادی از شهروندان ساکن شهرک نفت هم به دلیل وجود این کوره ها مهاجرت کردند. 7 دی ماه بود که فرماندار رفسنجان از برگزاری جلسه برای ساماندهی کوره های ذوب مس خبر داد. فصیحی هرندی گفته بود که ما برای جلوگیری از تعطیلی این کوره ها به اونها این فرصت رو دادیم که به فیلتر مجهز بشن و تو این مدت تنها 5 کوره به سیستم فیلتراسیون مجهز شدن. فصیحی هرندی همچنین عنوان کرده که ما برای ایجاد مجموعه کارگاهی باید موضوع شهرک های کارگاهی غیر آلاینده رو دنبال کنیم. این اظهار نظرها در حالیه که کوره ها همچنان دارن به فعالیت های خودشون ادامه میدن، اون هم در شرایطی که قانون هوای پاک به صراحت تکلیف واحدهای آلاینده رو روشن کرده. در ردیف ب بند 3 ماده 1 این قانون اومده که هر گونه منبعی از جمله صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی و غیره که به صورت ثابت سبب انتشار آلاینده ها بشه جز منابع ثابت آلوده کننده هوا به شمار میره. طبق این قانون این کارگاه ها هم منابع ثابت آلوده کننده هوا به شمار میرن. در ماده 12 این قانون هم اومده که سازمان محیط زیست وظیفه داره تا واحدهایی که بیش از حد مجاز آلایندگی دارن رو شناسایی کنه و بر اساس حساسیت و نوع آلایندگی اونها به مدیر عامل این واحدها تذکر بدن تا به رفع آلودگی یا تغییر تولید و یا حتی تعطیلی خودشون اقدام کنند. تو این مدت هم جریمه ایجاد و انتشار آلایندگی به اونها تعلق میگیره. همچنین بر اساس این قانون تصمیم گیری برای تعطیلی کامل واحدهای آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقه‌ای دارند بر عهده ستادی متشکل از وزیر صنعت و معدن و تجارت، رئیس سازمان، استاندار و بالاترین مقام دستگاه زیربطه. و اما در صورت عدم اجرای مفاد ماده در پایان مهلت مقرر، سازمان باید از فعالیت اونها جلوگیری کنه و این واحدها رو به دستگاه قضایی معرفی کنه. با وجود این صراحت قانونی و اتفاق نظر مسئولین برای جابجایی و تعطیلی این کوره ها میبینیم که تا الان اتفاق خاصی عملا رخ نداده و زور کوره ها بر قانون چربیده. باید ببینیم با افزایش اعتراض های مردم به فعالیت این کوره ها پیروز نهایی کیست؟ محیط زیست یا کوره ها؟ تا پرونده بعدی خدا نگهدار.